به نام خدا، سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. با قسمت 44 از آموزش زبان جاوا در خدمتتون هستیم. امروز میخوایم راجع به اینر کلاس ها صحبت کنیم، اینر همون داخلی، و توضیح اضافه ندم، بریم سراغش. همینم اینجا یه فیلد براش بذاریم، پرایویت مثلا اینت کامنت مثلا صفر باشه، بعد یه دونه کامنت چرا داره اذیت میکنه؟ پابلیک اینتیکت کانت، یه دونه پابلیک وید کلاس. خب یه خیلی کلاس خیلی ساده، کانستراکتور هم نذاشتیم. خب بریم راجع به این کلاس. من میتونم اینجا یک کلاس جدید تعریف کنم به نام بی، و خود این بی میتونه همه چی داشته باشه، یعنی هر چیزی که یک کلاس داره میتونه داشته باشه. و دقت بکنید که داخل این کلاس تعریف شده، مثل قسمت قبل خارجش نیست یا توی فایل دیگه نیست، داخل این کلاس تعریف شده. وقتی که داخل کلاس تعریف میشه یکم قضیهش فرق. بریم ببینیم اینم بیاد خیلی چیز بکنیم، پرایویت نیم خوب اسم داشته باشه و یه دونه براش کانستراکتور بذاریم. کسی نیم داشته باشه. هی بابا داره اذیت میکنه. خب این هم از این. بریم تو کلاس مین. من یه دونه شکل A بسازیم، به A dot بزنیم. خب همونطور که میبینید equals رو که میدونیم واسه کلاس object که داره به ما نجات به ما نشون میده، get count رو که خودمون زدیم، این مال کلاس object اینو ما زدیم، و اما اثری از کلاس B نیست. خب حالا من اگه بخوام یه object از جنس کلاس B بسازم باید چیکار کنم؟ همونطور که دید ایو نوشتم، روش دات زدم، بی اومد. خب این کار و اینجوری. حالا اگه من روی آبجکت بیم دات بزنم، میبینید که گت نیم و متوداش همه هست. اوکی، حتی اینجا ای باید باشه. خب اینجوری میتونیم دسترسی داشته باشیم با دات روی اسم کلاس، نه روی یک شی از اون کلاس. اوکی، و حالا اینکه هیچی، اگه میخواید مطمئن شید میتونم پرینتی هم ساجستشنش چرا خراب شد واقعا، اگه سی ساوتو کامل نکنه اصلا نمیشه کن که هر دفعه بنویسیم سیستم داد. بازم درست نیست ولی خب بهتر از هیچی. ای دات چی داشتیم؟ گت کانت داشت داره، اینو بگیریم. بعد سیس اوت بی دات گت نیم داشتیم، البته که کانستراکتورمون
ارور میده. بعد یه اسمی هم بذاریم، خودش ارور میده، خودش هم چیز دیوانه کرد. خب بریم اجراش کنیم تا بگم. خب همونطور که بدون هیچ مشکلی رفت و اینا و درست شد، بیایم راجع به اینجا توضیح بدم چرا ای کوچیک نوشتیم. ببینید با ای بزرگ، بزرگم تست کنیم، ببینید که ارور میده. خب نمیشه به یه وریبل نمیتونم چیزش کنم. اگر هم هیچی نزنیم، یعنی رانش کنم، یعنی اصلا نمیشناسی که این کجاست. اوکی ای میزنم. خب ببینید خود کلاس A، خب که اینه، یعنی چون پابلیک کلاسه و توی یک فایله شناخته شده است. خب این کلاس که این فیلدش باشه و این هم متوداش شناخته شده است. خب و واسه همین اینجا ما خیلی مستقیم و راحت میتونیم بزنیم. خب اما کلاس B، خب چون توی کلاس A هستش، نیاز داریم که ما اول یه آبجکت بسازیم از کلاس A، خب تا که تعریف بشه اینها. خب یعنی الان دیگه جاوا بفهم ما داریم کدوم کلاس رو. خب واسه اینجا نیازی نبودا، میبینید که با ای بزرگ مشکلی نداشت. خب اینجا اصلا باید ای بزرگ باشه، خب چون اصلا داریم اسم کلاس رو میگیم، میخوایم تایپ رو بگیم، نمیتونم آبجکت بذارم، باید ای بزرگ باشه. اما واسه اینجا میخوام بگم که آقا این نیو بی، مثلا این بی کجاست، این کانستراکتور کجاست، باید بگم از این آبجکتی که از این من ساختم استفاده کن که کلاس بیه، بیا و بسازش دیگه. اون وقت الان میفهمه داریم کدوم کلاس بی رو میگیم، وقتی میگیم کلاس بی مجموع شد. همینطوری که اینا پرایوت و پابلیک و پروتکتد داشتن، فاینال و همه چی، این هم میتونه داشته باشه. من میتونم اینو پرایوت کنم. خب الان همینطور که میبینید یه ویزیبل نیست. خب اینجا هم داره به ما میگه، یه ویزیبل نیست دیگه، نمیشه ازش ساخت. خب اینجا نمیشه ازش چیزی ساخت. پابلیکش کنم که مثلا حالتی که چیزی ننوشتیم، اوکی مشکلی نداره. پروتکتد هم که گفتیم توی یه پکیج ویزیبله، و چون اینا توی یه فولدرن یه پکیج حساب میشن، پس مشکلی نداره. اینم از این. حالا بریم یه چیز دیگر رو با هم بحث کنیم. من اگه اینو پرایوت کنم، اینجا که داره ارور میده، من اینو کامنت کنم. خب میام اینجا یه دونه پابلیک بیه، get b، همونطور که میبینید یه آبجکت از جنس b میخوام ریترن کنم. میام اینجا و sysout میزنم a.b. خب ران بگیرم. همونطور که میبینید a دالر b، منظور اینه که b اینر کلاس a، آبجکت رو برگردون. حالا ببینم میتونم جایی نگهش دارم. همونطور که میبینید دات میزنم بی نمیاره چون ویزیبل نیست. راجب ور با هم صحبت نکردیم، بعدا صحبت میکنیم. من دات
کلاس میزنم که ببینید از چه کلاسیه. خب همونطور که دارید میبینید ارور آن ویزیبل و همینجا هم به ما داره میده. بسازم. خب میبینید بازم داره میگه نات ویزیبل، یعنی با این روش هم نمیشه دور زدش. خب ولی اینجا دیدید که به ما نشونش داد. اوکی من حالا اینو پاک کنم، میام یه کار دیگه میکنم، دات میزنم. همونطور که میبینید روی خروجی این، خب میخوام ببینم که متداش کار میکنه. خب دوباره میگه ویزیبل نیست، بازم یه اجرا میکنم که مطمئن شید. میبینید کلا وقتی که پرایوت میشه حتی با این روش هم نمیشه دسترسی داشت. خب چه وقتی خوبه؟ آقا یه کلاسیه، یه آبجکتیه، فقط قراره توی همین کلاس ازش استفاده کنه، قرار نیست جای دیگه ای باشه. خب واسه اینجور موقع خوبه که آقا مثلا خود کلاس من هم دارم یه کلاس میزدم مثلا به اسم کیبورد، میخوام مثلا شی کیبورد رو داشته باشم تو برنامه. خب یه کلاس نیاز دارم دکمه. خب این دکمه فقط قرار تو کیبورد استفاده بشه دیگه، میام یه اینر کلاس براش میزنم به اسم دکمه، همه فیلدها و چیزای لازمش رو میذارم، بعد دیگه جای دیگه هم که چون قرار نیست ازش استفاده کنم از این کلید دکمه، میام پرایوتش میکنم. اینم راجع به اینر کلاس ها که در واقع یه کلاس داخل یه کلاس دیگه تعریف شد. من اینجا میتونم بازم یه کلاس دیگه تعریف کنم، من اینو پابلیکش کنم، میتونم اینجا دوباره یه پابلیک کلاس سی هم داشته باشم، دوباره یه پابلیک کلاس دی، نه پابلیک کلاس ای، همینجوری میشه تا بی نهایت رفت. من اینو فقط کامنت میکنم که یادتون باشه میشه. خب اینم از این دیگه، چیزی نداره این جلسه که بخوایم بگیم، همین بود راجع به اینر کلاس ها. اینا هم که خودتون تست کنید و ارورهای مختلفش ببینید. فقط این نکته مهمش هم اینجا بود که اگه میخواید تا پابلیکه و میخواید به کانستراکتورش دسترسی داشته باشید، اول باید یک شی از اون بسازید تا این تعریف بشه، تا کلاس بی برای جاوا تعریف بشه، بعد میتونید از کانستراکتورش استفاده. تا قسمت بعدی فعلا خدا نگهدار.